تصادف هست. 27 آبان درسته که یادروز جنبش مردم ایران و کشتار ایرانیا در دو سال پیش هست، ولی یادروز در گذشته یک شاعر بزرگ و توانایی است که شما همه میشناسینش، آقای رحیم معینی کرمانشاهی. معینی کرمانشاهی همه میشناسن، ترانه هاشو همه خوندن. آقای شرفشاهی همه میدونن یک آدم غیر مذهبی نبود، مذهبی بود. ولی میخوام اینو امشب اینجا بگم که مثل معینی کرمانشاهی، مثل شاهرخ عزیزم در همونجا، مثل سرکار خانم همیرا، مثل خیلی دیگه از هنرمندا که اینا حتی برای علی علی خونده بودن، الان در خط انقلاب نوین مردم ایران که بیزاری از دین تازیان هستن و آیین اوستا، آیین زرتشتی رو پاس می‌دارن. من میخوام یک هدیه بدم به شما استاد چرفشاهی، اون اینه که معینی کرمانشاهی چند ماه پیش از این که از جهان بره، استاد گلپایگانی پاریس بودم، فرمودن که معینی گفت یه زنگ تو بهش بزن. منم جلو آقای گلپایگانی بهش زنگ زدم، گفت فلانی من یه شعری تازه گفتم این بدم به تو، بدی یه کسی بخونه. 8 سال گذشت این شعر رو کسی نخوند. ببینین چیست، 4 خطه میگه: بیگانه در ایران است، داره امروز رو میگه شعر مردم و جوانانو، برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، این اسم تو این ایران، این اسم تو این میدان، برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، با توسن آزادی سرکش ز جنونش کن، بیگانه در ایران است، ما پیرو زرتشتیم از کوروش آن پشتیم، برخیز به پای خود زین پیش زبونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است. آیه استاد چرفشاهی میگه فرمانده ما تازی، اونایی که میترسن واژه تازی رو در رسانه‌های خودشون به کار ببرن، فردوسی گفته، معینی کرمانشاهی داره میگه فرمانده ما تازی، بفکن تو کمندت را از تخت نگونش کن، از تخت نگونش کن، بیگانه در ایران است، برگیر گریبانش زین خاک برونش کن. معینی کرمانشاهی این وصیت نامش بود که تازی گفت، زرتشت گفت، اوستا گفت، پیرزنا، پیرمردا، یاد بگیرید از کسانی که با ترانه هاشون یک عمر عشق کردید. بله بله، بسیار ممنون از شما. در حال مسائل بسیار مهمی رو در این برنامه همیشه مطرح میکنین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم.